پردهبرداری از فساد گمرکی در اسناد بدست آمده به آریانا نیوز. متاسفانه قراردادیایی که همه اجناس وارد میکنن از یک سو استفاده کردن و اجناس زیادتر وارد شده عموما در توی 13 سال گذشته. تهاجم 2000 طالب پاکستانی بر روستاهای کنر. بدی جنگونو که همسایگانم شامل دی و داخلی مخالفین ده حکومت کنر. و رسیدن پای داعش به استرالیا. سلام و شبتون بخیر. به سرویس خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 قوس سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 15 دسامبر سال 2014 میلادی. من بهشتر رحمانی هستم. سند هایی که به آریانا نیوز رسیده است نشان می دهد که یک شرکت خصوصی زیر نام آن هم بیش از 500 موتر زره را بدون پرداخت محصول گمرکی به کشور وارد کرده و این موترها را به نیروهای خارجی به کرایه داده است. این سندها که مربوط به یکی از ریاست‌های دادستان کل است در موارد متعدد این شرکت را متهم به فساد کرده و پای برخی از مسئولان وزارت مالیه را نیز در این قضیه دخیل می‌داند. در همین حال وزارت مالیه می‌گوید که اگر این موترهای زره مربوط شرکت خصوصی است باید محصول گمرکی را بپردازد و کسانی که در این قضیه دست دارند نیز مورد پیگرد قرار بگیرند. محمد رفیع صدیقی با جزئیات بیشتر. سندهایی که مربوط به یکی از ریاست‌های دادستانی کل است نشان می‌دهد که شرکت خصوصی آن هم 515 موتر زره را بدون پرداخت محصول گمرکی به کشور وارد کرده و این موترها را به نظامیان خارجی به کرایه داده است. در این سند گفته شده است که از این میان تنها سندهای 25 موتر زره از طریق وزارت‌های خارجه و امور داخله برای طی مراحل قانونی به گمرک فرستاده شده اند. متاسفانه که قراردادیایی که همه اجناس وارد میکنن از یک سو استفاده کردن و اجناس زیادتر وارد شده عموما در توی 13 سال گذشته که این اجناس میره مستقیما به بازار افغانستان بدون از اینکه مالیات پرداخته شود. در همین حال سخنگوی وزارت مالیه میگوید که اگر این موترهای زره مربوط شرکت خصوصی باشد و با استفاده از نام قراردادهای نظامیان خارجی محصول گمرکی نپرداخته باشد باید محصول گمرکی را بپردازد و کسانی که در این قضیه دست داشتند نیز مورد پیگرد قرار گیرند. اگر این اموال و یا موترهای زره ارتباط میگیرد به کدام شرکت در او صورت باید محصول گمرکی را بپردازند و هیچ تخلف و تخطی امکان نداره. اگر کسی تخلف تخطی میکنه همراهشان برخورد قانونی صورت میگیره. از سوی هم عدم پرداخت محصول گمرکی بیش از 500 موتر زره از سوی شرکت انهم نگرانی های جدی شماری از نمایندگان مردم را در مجلس نیز برانگیخته است. 502 نظری موتران چې به محصول را تیریږي دا باید په ډیر جدي توګه سره دا بررسی سي د عدلي او قضایي ارګانونو د خوا څخه او د دې هغه مسؤلین چې په دې کې لاس درلودی هغه باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. جا داره که حکومت خاصتا سکتور عدلی و قضایی افغانستان خاصتا لوی سارنوالی در این مورد اغماز نکنه. کسایی که به یه امر دست داشتن از وزارت مالیه گرفته از خود شرکت خصوصی در این باره تحقیقات جدی صورت بگیره. خواستیم تا درباره پرونده شرکت انهم که متهم به عدم پرداخت محصول گمرکی بیش از 500 موتر زره می باشد و در حال حاضر در دادستانی کل تحت بررسی قرار دارد نظر دادستانی کل را نیز داشته باشیم. اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. در همین حال با تماس‌های مکرر موفق به تماس با مسئولان شرکت انهم نیز نشدیم. دست کم 2000 طالب پاکستانی بر ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند. فرمانده پلیس این ولایت با ابراز این مطلب میگوید که در عقب این حملات دست سازمان استخبارات پاکستان است. همزمان با این شماره از نمایندگان ولایت کنر یادآور میشوند که شماره زیادی از ساکنان ولسوالی دانگام در محاصره طالبان پاکستانی قرار گرفتند. همکارم وحید نویسا نگاه به این موضوع کرده است. طرح تازه جنگی هراس افغانان در کنر با واکنش مردمی همراه شده است. طرحی که نظامیان پاکستانی پشت آن قرار گرفتند. فرماندهی پلیس کنر میگوید تا
طالبان پاکستانی به حمایت از سازمان استخباراتی این کشور که تعدادشان به 2000 نفر میرسد بر پاسگاه‌های امنیتی ولسوالی دامگام حمله کردند. گفته می شود درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی در چند روستا از روز یکشنبه ادامه دارد. روستاییان این مناطق می گویند خانه هایشان از سوی شورشیان طالب محاصره شده و آنها زن و مرد اسلحه گرفتند و با آنها می جنگند. همزمان با این شماری از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان نیز آغاز حملات طالبان پاکستانی بر مناطق مرزی ولایت کنر را نگران کننده می خوانند. امون پر رئیس جمهور او پر رئیس اجرایی معنی د کنر په نمایندګۍ اواز کوم چې خپل اختلافات پریدي یو طرف ته کی او د افغانستان د تامت ارزي ساتنې مسولیت په غاړه لري او زر تر زر په دې کې اقدام وکړي. دغه ټول چریکي او تکتیکی جنگونه دي د تغییر ورکړی دی او په دې جنگونو کې همسایګان هم شامل دي او داخلي مخالفین د حکومت هم شامل دي. دانګام کې سویل کېږي چې او څاغه بارني طالبان چې هلته پراته دي هغه هم په دې دغه کې حرکت کې شریک شوي دي. کنر در شرق افغانستان اخیراً ناامن شده است، ولایتی که با پاکستان هم مرز است. در چند سال گذشته هم افزون بر تحرکات هراس افغانان در این مناطق، نظامیان پاکستانی نیز متهم به پرتاب راکت بر برخی از ولسوالی‌های کنر می باشند. کشورهای شرکت کننده در نشست شانگهای وعده کردند که افغانستان را در راستای مبارزه با هراس افغانی تنها نمی گذارند. کشور ایران در این نشست از تهدیدهای تروریسم در افغانستان یاد کرد و گفت افغانستان بیشترین آسیب‌ها را از باعث فعالیت‌های هراس افغانی دیده است. نصرت پورسا از شهر آستانه قزاقستان گزارش می‌دهد. نشست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای اینجا در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد. در این نشست علاوه بر 6 کشور عضو اصلی این سازمان، مقام‌های 6 کشور عضو ناظر از جمله افغانستان، ایران و پاکستان نیز شرکت نمودند. بحث اصلی این نشست امنیت کشورهای این سازمان است. ما از ادامه حمایت دولت‌های شما برای بازسازی و توسعه افغانستان قدردانی و استقبال می‌کنیم. تروریسم هنوز هم مشکل جدی روبروی رشد کشور ما است که حل آن نیازمند تلاش‌های منطقه‌ای است. افغانستان که نسبت به هر کشور دیگر با تروریسم در نبرد نزدیک‌تر قرار دارد، یک بار دیگر از تهدید هراس افغانی سخن می‌زند. عبدالله در این نشست امنیت در افغانستان را به سود کشورهای منطقه می‌داند. به عنوان رئیس اجرایی حکومت جدید وحدت ملی افغانستان می‌خواهم به همه شما علاقمندی خود را به مشارکت بیشتر و گسترش روابط در چارچوب سازمان همکاری شانگهای ابراز کنم. رئیس جمهور افغانستان و من برای ادامه مشارکت به عنوان یک کشور ناظر پیرامون موضوعاتی که مربوط به همه ما می‌شود تاکید داریم. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان در سخنرانیش در این نشست امنیت در افغانستان را به سود کشورش می‌داند. آقای عزیز تعهد می سپارد که اسلام آباد برای مبارزه با هراس افغانی گام های جدی را برداشته و در این راستا همکار افغانستان است. تنها افغانستان نیست که با خطر جدی تروریسم قرار دارد، بل بسیاری از کشورهای عضو شانگهای از کشورهایی هستند که با خطر جدی تروریسم روبرو هستند، از جمله پاکستان که همسایه نزدیک به افغانستان است. حالا پاکستان که همانند افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری های شانگهای است، آیا بر مبارزه جدی و قاطع در برابر تروریسم گام خواهد برداشت؟ نصرت پارسا، آریانا نیوز، شهر آستانه، مقر برگزاری نشست سازمان همکاری های شانگهای. محمد اشرف غنی رئیس جمهور با انتقاد از نهادهای امنیتی افغانستان میگوید در بین این نهادها هماهنگی وجود ندارد. محمد اشرف غنی با حضور در وزارت دفاع ملی از این وزارت خواست تا طرح عملیاتی یک ساله اش را به 5 ساله افزایش دهد. همزمان با این مسئولان وزارت دفاع، امنیت ملی و وزارت داخله این اظهارات آقای غنی را تایید کرده میگویند ایجاد هماهنگی میان نهادهای امنیتی چگونگی مبارزه با دشمن را بهتر خواهد کرد. فرهناز فروتن گزارش دارد. ناهماهنگی تمام در 3 نهاد امنیتی که ستون فقرات امنیت افغانستان را استوار کردند: وزارت داخله، دفاع و امنیت ملی. رئیس جمهور غنی در نشستی با مقامات وزارت دفاع با انتقاد از نهادهای امنیتی میگوید هیچ هماهنگی در این نهادها میانشان وجود ندارد.
ظرفیت موجود است، هماهنگی نیست. هماهنگی نه در سطح اردو وجود داره، نه بین اردو و وزارت داخله و نه بین اردو و وزارت داخله و امنیت ملی وجود. رئیس جمهور میگوید برنامه های عملیاتی یک ساله وزارت دفاع باید به 5 سال بالا بروند. دیدگاهی که ما از جناب شما جنرال سپاه میخواییم است که از عملیات های یک ساله باید برین به یک پلان منظم امنیتی 5 سال. نهادهای امنیتی افغانستان این عدم هماهنگی را میپذیرند. دیگه خبری پارون چی کلی پا دفاع وزارت که وکرلی طول رهنمودی خبری وی اگه هدایات ورکرل په هغه برخو کې چې کمزوري ده هغه باید رفع شي. موږ دا منو چې په ځینو برخو کې په هماهنګۍ کې د دفاع په وزارت کې او د نورو امنیتي ځواکونو سره مشکلات خوشته دی. در سطح مختلف هماهنګي وجود داره، اما بیشتر باید تقویه شوند، اما بیشتر ما باید به گونه همسو بتانیم با این تهدیدات مبارزه بکنیم. این انتقاد در حالی از نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد که در این اواخر کابل، پایتخت افغانستان، گواه حملات حراس افغانانه زیادی بوده است و تنها در همین هفته دست کم 10 حمله تروریستی به پایتخت صورت گرفته است. امنیت ملی افغانستان می‌گوید ارتش و پلیس بر گرفتاری افراد مرتبط با حراس افغانان تمرکز کرده است. حسیب صدیقی سخنگوی امنیت ملی افغانستان اظهار می‌کند که با ایجاد بندهای امنیتی در بزرگراه‌ها و جاده‌های فرعی منتهی به شهر کابل توانستند 10 مظنون همکار با مخالفان مسلح دولت را بازداشت کنند. وزارت دفاع ملی هم از ایجاد گارنیزیون برای تامین امنیت کابل خبر می‌دهد. وحید نویسا گزارش دارد در این مورد. این دستاوردهای شیوه تازه نیروهای امنیتی در جریان هفته اخیر است. از کفش و لباس نظامیان گرفته تا بیشتر از 100 سلاح سبک و سنگین و حتی مواد انفجاری که افراد مرتبط با حراس افغانان سعی داشتند آن را وارد کابل کنند. همراه با اینها 59 نفر نیز بازداشت شدند. راندازی عملیات های تصفیه و تلاشی در مناطق مشکوک و آسیب پذیر مختلف شهر کابل و ولسوالی های ولایت کابل بود. در جریان این برنامه طبق اطلاعات اپراتیفی تمرکز اساسی با بالای شبکه‌ها و افراد ارتباطی دشمن در نقاط مختلف کابل صورت گرفته بود که الحمدلله این عملیات نتایج و دستاوردهای بسیار خوب داشت. از سوی دیگر ارتش افغانستان خبر از ایجاد یک نهاد مشترک امنیتی برای حفظ آرامش پایتخت کشور خبر می‌دهد. جلاد ما محترم رئیس جمهور و وزارت‌های محترم سکتوری و خاطر هماهنگی‌تر چی بهتر در مرکز و همچنان در ولایات ایجاد گارنیزون روی دست گرفتن و در سر قماندانی علای قوای مسلح به خاطر انسجام فعالیت‌های تمام قوت‌ها ریاست ارکان قرار است که در روزهای نزدیک ایجاد شود. هرچند تا حال متهمان فراوانی به خاطر همکاری با شورشیان طالب و دیگر گروه‌های حراس افغان در کشور گرفتار شدند، اما تمرکز یک جایی بخش های امنیتی برگرفتاری افراد مرتبط به گروه های تروریستی روی کردی نو است. نهاد حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید هیچ تهدید نمیتواند مانع کار خبرنگاران در افغانستان شود. مسئولان این نهاد یادآور میشوند که مسئولیت رسانه ها انعکاس حقایق به گونه بی‌طرفانه است و نباید مورد تهدید و فشار قرار گیرند. اصوی هم این نهاد سال 2014 میلادی را خونین ترین سال برای خبرنگاران افغان عنوان می کند. نعمت الله احمدی با شرح بیشتر این خبر. افغانستان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای خبرنگاران محسوب می شود. سالانه تعداد زیادی از خبرنگار قربانی مرگ و خشونتهای مختلف در این کشور می شوند. نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید از ابتدای سال 2014 میلادی تا اکنون 7 خبرنگار در سراسر کشور کشته شد. وقتی میگیم خونین ترین سال بود، شما میفهمین 7 خبرنگار تا امروز از اول سال کشته شده و واقعات جراحت خبرنگارا، واقعات خشونت علیه خبرنگارا نظر به سالهای دیگه بیشتر است. از سوی دیگر مسئولان این نهاد طالبان را دهشت افغان، حراس افغان و دشمن بشریت خوانده می گویند طالبان می خواهند که با انتحار
انفجار و تهدید قدرت رسانه ها را تضعیف کنند. طالبا به معنای واقعی دهشتگر هستند و تروریست هستند. اونا با هدف قرار دادن افرادی که به عنوان اهداف نرم یاد میشه میتونن بیشتر به رسانه ها ظاهر شوند. این مسئولان میگویند از سال 1382 به این سو 47 خبرنگار کشته و بیشتر از 450 مورد خشونت جدی علیه خبرنگاران از سوی گروه های مختلف در سراسر افغانستان ثبت شده است. و خبرهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدید. نورالله دولابری رئیس پیشین بانک مرکزی میگوید که تاکنون 600 میلیون دلار قرض کابل بانک را تسویه کرده است. وی اظهار امیدواری میکند که با یک اقدام مناسب تمامی پولهای کابل بانک حصول شود. در همین حال خان افضل هدول سرپرست بانک مرکزی میگوید که در داخل و خارج از کشور تمام مقروضین کابل بانک شناسایی شدند و به زودی قرضه های این بانک حصول خواهد شد. نورالله شایان گزارش دارد. نورالله دلاوری رئیس پیشین بانک مرکزی به روز دوشنبه با کارمندانش خداحافظی کرد. آقای دلاوری در آخرین نشست خبریش در این بانک به حصول پول از نزد مقروضین کابل بانک اشاره کرده گفت که تا کنون به ارزش 600 میلیون دلار پول و یا جایدادهای مقروضین تصفیه شده است. باز ما تاکید میکنم چیزی که تایید میکنم چیزی که مهان صاحب گفت. واقعا شما ببینید که به حسابی که ما داریم پول نقدی که به دست آمده، جایدادهایی که به دولت فروخته شده و پولی که قرار است که به دست بیاید، یک چند جایداد است که تصفیه سرش کار میکنه که به دست بیاید، با داشتن از این 600 میلیون دلار پول حسابش تصفیه شده. در همین حال خان افضل هدول سرپرست بانک مرکزی میگوید که دست های خارجی و داخلی در بحران کابل بانک دخیل بوده است و اسناد کافی در این زمینه موجود است. آقای هدول میگوید که مداخله سیاسی از سوی برخی از علاقات سبب بدنام شدن این بانک شده، در غیر آن نظام بانکی افغانستان توانایی حل این مشکل را از راه قانونی داشت. به کابل بانک قضیه که تردیر حدا و توانی درو تردیر حدا پیسی من حصول کرده، بلکه از دلوری سه دفتر پاس آس بانده نور آقا مهمانه در مهمه خودی مانه بانده چی او داسی پیسی او داسی معامله بکیوش چی تراغی معلوماتون لیسو یا حساب معلومی داسی هیچ شپاتی نده. به گفته مسئولان بانک مرکزی، در حال حاضر سیستم بانکداری افغانستان در حال پیشرفت است، چنان که اکنون 12 میلیارد دلار در نظام بانکی کشور در دوران است، در حالی که این رقم قبل از سال 2001 میلادی به بیش از 300 میلیون دلار می رسید. احمدزیا مسعود نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می گوید قوانین تجارت در کشور ناقصند. آقای مسعود از وزارت تجارت به صورت فوری خواستار اصلاح این قانون شده و گفته است تا زمانی که قوانین کشور با معیارهای جهانی همگون نشود، سرمایه گذاران خارجی در کشور حاضر به سرمایه گذاری نمی شوند. در همین حال، وزارت تجارت می گوید روی پالیسی تجارتی کار صورت گرفته است، اما کار اجرایی این پالیسی در شورای وزیران به تأخیر افتاده است. نماینده ویژه حکومت در جریان ارزیابی اجرات وزارت تجارت گفته است تمام قوانین تجارتی کشور نواقص دارد. این مقام حکومت از وزارت تجارت خواسته که به زودی باید پالیسی تجارتی را تنظیم و بیلانس تجارتی را ترتیب کنند. در حال حاضر افغانستان سالانه به ارزش 500 میلیون دلار صادرات و 8 میلیارد دلار واردات دارد. آقای مسعود گفته که این تفاوت در بیلانس قابل پذیرش نمی باشد. و یکی از کارهای بسیار مهم وزارت تجارت همین است که این پالیسی را باید نهایی میساخت که ایجا حال دنیا اگه بخواین بند افغانستان سرمایه گذاری بکنه، درست؟ ایجا قوانین وجود نداشته باشه که مطابقت داشته باشه با قوانین تجارت بین المللی، هیچ کسی ایجا نمیگه تجارت بکنه. در همین حال وزارت تجارت میگوید در چند سال گذشته با مشکلات چون غصب زمین ها، بیروکراسی در گمرک ها و کمبود بودجه مواجه بوده است.
تمرکز ما زیادتر سر صادرات باشه و نتیجهش هم در اواخر ما میبینیم که ازدیاد آمده، ولی به او اندازه نیست که ما بگیم که کفایت میکنه. بانک کارکردهای وزارت تجارت و صنایع با انتقاد نماینده ویژه حکومت مواجه شده است، اما مسئولان در وزارت تجارت میگویند در یک دهه گذشته 24 قانون ترتیب شده و با 42 کشور تفاهم نامه به امضا رسیده است. و اکنون هم توجه کنید به نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 58 افغانی، یک یورو 72 افغانی، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 574 افغانی. و حالا هم نسرین جوینی در استودیو هست و مهمترین های ورزش را تقدیم میکنه. نسرین، خوش اومدی به استودیو و بفرما. سلام به خودت. بیننده های عزیز سلام. لحظات خبرهای ورزشی هم لحظات بعد.